ده‌ها نفر در اعتراض به بسته شدن شرکت رادیو تلویزیون دولتی یونان در مقابل سفارت این کشور در بروکسل تظاهرات کردند. آنها این اقدام را مغایر با آزادی بیان دانسته و اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول را مسئول آن دانستند. ظاهرا ما به وسیله قدرت‌های خارجی استعمار می‌شویم. اولین کاری که باید بکنیم این است که اینجا در مرکز بروکسل در قلب اروپا بیاییم و به پارلمان و کمیسیون اروپا بگوییم که باید یک شبکه دولتی در یونان باقی بماند. همزمان کمیسیون اروپا در واکنش به این خبر تاکید کرد که این تصمیم صرفاً از طرف دولت یونان گرفته شده و این کمیسیون در آن نقشی نداشته است. اولیویه بایی سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید کرد به این تصمیم مقامات یونانی باید در چارچوب تلاش‌های گسترده و لازمی که برای مدرنیزه کردن اقتصاد این کشور صورت می‌گیرد نگریسته شود. اقداماتی که در جهت بهبود تأثیر بخش دولتی است. خبرنگار رادیو تلویزیون دولتی یونان در بروکسل هم ضمن ابراز یأس و ناخرسندی از واکنش کمیسیون اروپا گفت: ما دیدیم کمیسیون اروپا ادعا کرد که مذاکره‌ای با مقامات یونانی نکرده و دخالتی هم در این تصمیم نداشته. این درست نیست. اتحادیه اروپا خواستار اخراج کارکنان رادیو تلویزیون شده، ظاهرا تهدید آنها نتیجه داده و یونان تسلیم خواسته آنها شده. از امروز 2656 نفر در خیابان هستند. باید ببینیم که آیا در هفته‌های آینده خبرهای بعد دیگری هم خواهیم داشت.